اگر نقطه ها رو استاندارد نگذاریم و هر جوری دلمون میخواد بگذاریم، یه الف که می نویسیم، خب طبق الف که طبق سه نقطه که گفتیم الف سه نقطه است، مثلا یه نفر الفش میشه اینقدر، یه نفر که نقطه رو اینقدر میذاره، خب اونم میگه الف منم سه نقطه است. یه نفر که نقطه اینجوری میذاره میگه اینم الف من سه نقطه است. خب هر ستاشون میگن الف ما سه نقطه است، درستم میگن. ولی در خط نست علیق گفتیم نقطه باید حالت مربعی باشه و توی نقطه گذاری هم فاصله نمیگذاریم. در حد، ببینید، تقریبا هیچ فاصله ای وجود نداره. خب حالا الف رو می نویسیم. یه الف سه نقطه ای که ابتداش هم یه ذره انحنا داره به سمت راست و انتهاش هم یه ذره انحنا داره به سمت چپ. یا مثلا میخوایم بنویسیم ب. خب ب چندین مورد داریم، چندین نمونه داریم، از سه نقطه ای، چهار نقطه ای، پنج نقطه ای، هفت نقطه ای، نه نقطه ای تا یازده نقطه ای. اینا هر کدام کارکرد و کاربرد خاص خودشون دارن. اون سه نقطه ای مربوط به کاف هست. این پنج نقطه ای معمولاً اکثراً این نوشته میشه. چهار نقطه ای هم جایی که سطر ما زیاد مثلاً ب داشته باشه و ما بخوایم طول سطر کوتاه بشه، سعی میکنیم ب‌ها رو چهار نقطه ای بنویسیم و جای مختلف دیگه. حالا اینجا من ب پنج نقطه ای نوشتم که این ابتدای ب با شیب هست، حرکت میکنه میاد و انتهای ب مستقیم میره به سمت بالا.